زمستون بود و جاده یخبندون. حدودای ساعت 2:30 با ماشین پیکانبارم اساسیه یک خانواده رو از شهر کرد به سمت شهر قم می‌برم. صاحب بار هم همراه هم بود و ما اواسط مسیر بود. برف زیادی اطراف جاده رو گرفته بود. حتی قسمت های از جاده ارتفاع برف به 1.5 متر هم میرسید. توی مسیر لغزندگی جاده سبب شد کنترل ماشین از دستم خارج بشه و ماشین توی یک جای خیلی بدی فرو. وقتی جلوی ماشین توی برف ها فرو رفت و متوقف شد، صاحب بار با نگرانی از ماشین پیاده شد و یک نگاهی به اوضاع بد ماشین کرد و دو مرتبه از شدت سرما با حالت تب و لرز حیران و مبهوت سوار ماشین شد و مدام می گفت: دیدی چه بلایی سر ما اومد؟ من که اطلاع داشتم توی این جاده ماشین کم تردد میکنه و از طرفی هم حال بد صاحب بار من رو ناراحت کرد. ناخودآگاه به ذهنم خطور کرد که برای رهایی از این ماجرا دست توسل به دامان حضرت باب الحوائج قمر بنی هاشم علیه السلام بزنم. با همون حال عرض کردم: یا ابا الفضل العباس، یهودیا، ارمنیا، مسیحی ها همه میان در خونتو ناامید بر نمیگردن. من اینجا گرفتار شدم و نوکر برادرت امام حسین علیه السلامم. پس به فریاد ما برس یا کاشف الکرب عن بشر حسین. طولی نکشید که دیدم آقایی با کلاه خود و زره و چکمه روی برف ها ایستاد و به من فرمود: ماشین رو روشن کن و به سمت عقب حرکت کن. من هم ماشین رو در حالت دنده عقب قرار دادم و با نگاه به طرف پشت با کمی گاز دادن ماشین رو از داخل اون حفره بیرون کشیدم و به روی جاده قرار گرفتم. اما همین که رومو برگردوندم تا از اون آقا تشکر کنم، کسی رو ندیدم. خواهی که شود مشکلت در دو جهان حل، دست طلب انداز به دامان ابد. عزیزم حضرت زهرا است عباس، غمی از سختی دوران نداری، اگر پشت و پناه ماست عباس.